هندوستان تمدنی که در فرهنگ غنی و ذاتی شاد را در کنه خود دارد، کشوری اصیل که فراموش نشودنی است، یک کشور کامیاب که همیشه به میهمانانش با آغوش باز خوش آمد میگفت. اما پشت آن دروازه مهاجمین نیت بدی در سر داشتند. موقع شورش های شبانه از چهار طرف سرزمین مادری مانی کارنیکارا به دنیا آورد. وارانسی سال 1828. دیدن این خطوط از سرنوشت کمی متغیر کننده است. مانی کارنیکا مورد محبت قرار گرفته. اسمش چی بذاریم؟ مثل شعله های مقدس کوهایی که از مانی کارنیکا میگذره، نام اون در قلب هر هندوستانی روشن خواهد شد. نامی شایسته تر از مانی کارنیکا نیست جواهر خداگاه. دخترم عمر طولانی خواهد داشت؟ عمرش طولانی باشه یا نه نمیدونم، اما اسمش قطعا در تاریخ ماندگار میشه، مطمئن باش. مثل لورد راما یک بار زندگی میکنه. جانسی سال 1842. ملکه، خبرهای مهمی هست. بگو. شاهزاده کجاست؟ چی میتونم بگم؟ دنیای اونو که میشناسی، هنر، موسیقی و ادب. ملکه مادر، درست زندگی شینه، ولی باید بهتون بگم که اینا همش بهانه های جوانیه. نامه های متعددی از انگلیس بهمون رسیده. چشمشون عین شاهین به جانسی. دیکشید جی، اگه جانسی به زودی وارسی نصیبش نشه، مثل عباد و برار قصد میشه و به زودی از بین میره. قطعا اینطوری نمیشه. دختری رو پیدا کردم که راه حل مشکل ماست. واقعا؟ اما دیکشید جی، این دختر از قوم درستی برای خاندان ناوالکار هست یا نه؟ از خاندان اون چیز زیادی نمیدونم، ولی اینا میدونم برای جنسی مناسبه. راستی ما هرگز مقرریمونو سر وقت دریافت نمی کنیم. خیلی زشته که هی از مأمورین انگلیسی بخوایم. باعث شرم ماست. و پیشوا باید بهشون بفهمونیم که مامورین انگلیسی به مردم ما آزار میرسونن. بسیار خوب. باید اضافه کنم که کمپانی فرزند منو قانونن پذیرفته، اما مامورین محلی در امور دولت با اون هم فکری نمی کنن. به هیچ وجه این کارو انجام نمیدن. نانا صاحب کجاست؟ باید اونم این نامه ها رو امضا بکنه. بله حتما. تاتیا داره به نانا و راه و صاحب شمشیربازی یاد میده. این دخترا شمشیرتون رو حرکت ندین. اگه اینطوری مبارزه کنین دشمن شما رو میکشه. آماده؟ آماده. دیکشید جی، دیدنتون باعث خوشحالیه، اما چی باعث شده بیاین اینجا؟ پیشواگ من، اومدم از شما یه چیز ارزشمند بخوام. دیکشید جی، باید بگم که کمپانی پونا رو گرفته، قصر و خزانه و حتی مقامم رو هم
گرفته و به جای اونها روستای کوچیک بیت‌ها را دادن. واقعا معلوم نیست که جانسی از ما چه چیزی رو میخواد. قربان منی کارنیکا، ببینم شما منو را دیدین؟ پیشوای من، اتحاد بین ما ورای اینها برای سرزمین مادریه. انگلیس به جانسی هم چشم دوخته. اون کتابی که میخواستم این بارم نیاوردی، یادتون رفت؟ اون روزی که هر شریط را رو گرفتی، اون روز بهت کتابو میدم. معمولا شما با کتاب میایید پیشم، این بار من مجبورم بیام پیش شما. موضوع چیه؟ یه امر خیره، برات خواستگار اومده. از جانسی؟ اینقدر مزاحمم که میخواین از شهرم خلاص شین؟ مهربونی شما باعث شده ادب یادش بره. موضوع چیه؟ جناب پیشوا، شما منو مثل یه سلحشور باراوردی، هیچی رو ازم دریغ نکردین، اما معنیش این نیست که کار شما رو بدونم. یاد نگرفتم چطور ملکه باشم. مانو دختر عزیزم، یاد گرفتن همه چیز تو زندگی ضروری نیست. فقط باید یه چیزو بلد باشی، بقیهش خودش میاد. اونم اینه که به سرزمین مادریت عشق داشته باشی. همیشه همینو به هم میگی. جانسی خوشگل نیست؟ ملکه بشی که ما رو فراموش نمی کنی. کاشی این چه حرفیه که میزنی؟ پیشوا تو رو همراه من میفرسته، تو مثل سایه منی. درود بانو مانیکارنیکا، این سندره و من مندرم. به دستور ملکه مادر ما در خدمت شماییم که یه وقت دلتنگ بیتار نشیم. آه این بادله، یه اسب واقعا کل شقه. کی میدونه مهاراجا چرا نگهش داشته؟ کسی نمیتونه سوارش شه. هر کی سوارش بشه بلا فاصله میندازتش پایین. نه مانو، زنده باشی فرزندم. درشون بیار، امروز روز عروسیته. تمام جنسی نگاهشون به توه پسرم. امروز این علنگوها رو نپوش. به لطف امثال شما میتونیم تو هند زندگی کنیم، وگرنه ناسیونالیستا خیلی وقت پیش ما رو پرتمون کرده بودن بیرون و از اینجا رفته بودیم. این مهمون نوازی شماست که به نفع همه ما تموم شده و داریم خوش میگذرونیم. اموال غارت شده برابر تقسیم میشه. گفتی غارت؟ یعنی پخش میشه؟ آره، من فقط میخواستم بهت حقیقت رو بگم شاهزاده. گانگادار هر دوشون رو گرفت، هم پولو و همون بانو رو. با وجود این که بیگانه ای، به فکر سودتی. من این مردم خودم به هم اهمیت نمیدم. من راضی نگه دار، قول تخت پادشاهی رو بهت میدم. شاهزاده ببینید چه خبره، نگاه کنید. عجب اسب خودسریه. کی سوارش شده ها؟ این عروس جدید جنسیه، مانیکارنیکا. انگار قرار از گانگادار یه مرد بسازه. قطعاً به کمک ما نیاز پیدا می‌کنید. بانو مانیکارنیکا، چی کار دارین می‌کنی؟ حنا رو خشک می‌کنم. باید قوانین کاخو یاد بگیره. خب با لقب جدیدش
وزش بات هم عوض میشه. نه مادر، بذارید از تغییرات استقبال کنم. ببخشید آقا، نمیتونیم زوج سلطنتی رو ببینیم. اگه یکم بری کنار چی میشه؟ آقا بذار ما هم ببینیم. ساکت! شما کی هستین؟ چطور اومدین اینجا؟ چطور میتونه به ما بگه ساکت؟ ساکت؟ دیگه چیزی نمیگه، ببخشید چرمنده. من خیلی آروم را میرم. چی؟ ولی تو عاشق پرواز یا رو هوا هنا تو خوش میکنی. مگه منو دیدی؟ البته و میدونم که با یه زن عادی ازدواج نمی کنم. تونتر را بریم؟ پدر چه گره شوری زدی؟ ما یه گره ابدی میخوای. ای وای، لورد مانو از هیچی نمیگذره. دختر کوچیک ما عوض بشو نیست، حالا جانسی عوض میشه. مهاراجا، سنت جانسی رو حتما باید حفظ بکنید. درخواست میکنم به همسرتون نام جدید اهدا کنید. و با سرور در هر نقطه، جانسی که الهی لاکشمی در آن قدم میذاشت، اون مورد رحمت قرار میگیره. با لاکشمی. لاکشمی، از حالا به بعد همسر مهاراجا گنگادر راو به نام لاکشمی بای شناخته میشن. ملک، مگه تو نیمه دیگه من نیستی؟ هرچی دارم مال توه. با این حال این تخت فقط مال شماست. با وجود داشتن همه چیز من هیچی ندارم. کاپتان گاردن از کمپانی داره میاد که ازدواج ما رو تبریک بگه. میدونم، اما باید چی کار کنیم؟ کاری که در حال حاضر برای که جانسی بهتره. گل برای فروش. مامان بخرم. پسرم لادو میخوری؟ نه متشکرم. داداش یک شیرینی به ما بده. حالا بخورش پسرم. توجه، کاپتان گاردن اومدن. تعظیم کنید، سرتون رو پایین بیارید. قربان، انگلیسیه، زود باشید، تعظیم کنید، تعظیم کنید. زانو هم نمیذاره. مامان، بابا بابا دارم میان. پسرم تعظیم کنید، هرچی تعظیم نکنه زانو هاشو گرد میکنید. بابا اینجا چی کار میکنی؟ لاکشمی بای، داشتم میرفتم که مالیاتمو بدم که سانگرام سینگ راهزن به من دست برد. من رئیس اینجا، سعی کردم دستگیرش کنم که سانگرام سینگ منو به درخت بستش. کجاست؟ نباید زیاد دور شده باشه، اون همین دور و بر است. سانگرام سینگ، تو کی هستی؟ به خاطر این بی حرمتیت میفتی پشت میله های زندان. بانوی من اون از دار و دسته دزدان نیست. اشتباه فهمیدین، روستای ما همیشه بی نیاز از غیر بوده، ولی کمپانی وقتی از پرداخت ممانعت کردیم نابودمون کرد و زیر بدهی غرقمون کرد. زمینامونو گرفتن و خونه هامونو سوزوندن. از اون موقع به بعد سانگرام نیاز ما رو تامین میکنه. ملکه لطفاً داداش سانگرام رو نکشید. پس ملکه لاکشمی بای شمایید.
که چشماش به اشتیاق و غرور معروفه، اما به چه درد میخوره؟ اگه واقعا شجاع بودی مجبور نبودیم شمشیرمونا غلاف کنیم. روزی که تصمیم گرفتی علیه کمپانی سرکشی کنی، اون موقع من تو رو ملکه خودم میدونم. لکشمی. بله مادر. تو تصمیم داری چی کار کنی؟ منظورتون چیه؟ بدون پوشش و نگهبان تو جانسی میگشتی، میدونی داری چی کار میکنی؟ آخه شناختن اون بخش از جانسی مهمه، اونا مردم ما هستن. مادر اگه امروز من اونجا نرفته بودم، از کجا میفهمیدم که چه اشتیاقی از آزادی تو دل مردمه؟ نمیخواد به من یاد بدی. خیلی وقت این اتفاق افتاده، مسئولیت آشپزخونه رو به عهده بگیر. جای تو دقیقا همونجاست. تو شهر گشتن برای تو خطرناکه. چی کار میکنی؟ ولم کن کندیش. داری وقت تو با لولو بازی میگیری؟ برای همین بقیه خانواده دارن و ما بچه نداریم، چون خودت بچه تشریف داری. ولی پرنده ها مسئولات از بین میبرن. پس تو هم مثل بقیه ما ترسک بذاری اینجا. لازم نیست خودتو مثل ما ترسک ها اینجوری نگه داری. خیلی خوب، عصبانی نشو. و در مورد بچه، من نگفتی ناندینی بچه‌ته؟ ها برو بهت نیاز داره. خیلی خوب، گوساله رو باز کن و بذار شیر بخوره. کلی کار هست که باید انجام بدم. چه خبرته؟ چرا داد میزنی؟ این پوران به درد هیچی نمیخوره. مثلا بهش گفتم گوساله رو باز کنه. ناندو امروز یه مهمونی بزرگ داره. کجا میبریش؟ این مال خودم. خواهش میکنم به ما بدش. هرچی که بخوام. خواهش میکنم. نمیذارم ببریش. خواهش میکنم. جان کاری قربان، لطفا او اشتباه کرد، ببخشیش. هرچی بخوام میتونم بردارم. جان کاری، ناندوی منو بردن. اونا به انسانم رحم نمیکنن. انتظار داری به حیوان رحم کنن؟ ناندوی من. بیاین گوشت گوساله‌ای که دیروز متولد شد و کباب بکنیم و بخوریم. گوشت تازه میخوری؟ آره حتما، غذا رو بیارید. جال کاری، ببین کی اینجاست. کیه؟ صورتشو نشناختم، ناندو رو آورده. میدونم باورت نمیشه، بیا نگاه کن. ناندو؟ ملکه ناندو؟ علی حضرت ناندو، شما کیا؟ من تو کجا بذارم بشینید؟ باید چی کار کنم؟ کاری یکم شیر از اون گاوه به من میدی؟ سریعتر، زود باش. الان ملکه اینجا چه کار میکنه؟ بذاری زمین؟ حالا بذار ببینم. شما اینطوری از مهمون استقبال میکنی؟ جال کاری، اگه با دست تعارف نکنی ازت قبول نمی کنم. حتما.
لکشمی. مهاراجی، به زودی باید تخت سلطنتو خالی کنی. آه صحیح، خیلی جذابه که میبینیم شما دارید بازی ما رو انجام میدید. باید بازی همونو به هم دیگه یاد بدیم، موافق نیستید؟ بازی؟ این بازی رو برش کن. بازی تخت جنسی رو باختن. شنیدم ملکه بارداره، آماده ی آوردن وارثه. چطور؟ چه تضمینی هست که پسر باشه؟ یه سیبو که میندازی هوا صد تا چرخ میخوره. همینطور حادثه های بعد که نباید نادیده گرفت. به سلامتی. بذار اجدادتو مرور کنیم. دامودر راو، راگونات راو، شیوا راو و هاریبا، رامچاند راو، گانگادر راو. و حالا سداشیو راو. زنده باد مهاراجا سداشیو راو. اگه خط سرنوشت وجود نداشته باشه، باید با چاقو تراشیده بشه. جانسی و هم ارتش انگلیس دعوت هستن. اما شاه من، فردا یک شنبه است. ما طبق قوانین کمپانی یک شنبه ها هیچ کاری انجام نمیدیم. به هیچ وجه. دستور بده که سربازان انگلیسی حتما در مراسم حضور داشته باشن. تمنا میکنم. علاوه از رد، قوانین کمپانی نباید شکسته بشه. هرگز. یک شنبه تعطیلیه. 20 ژوئن 1756 انگلیس با سیراج عود وارد جنگ خانمان سوز و ویرانگر شد. اون روز هم یک شنبه بود. 2 ژانویه 1757 انگلیس کلکته رو گرفت. ببینم اون چه روزی بود. اونم یک شنبه بود. علو حضرت، این مقایسه درستی نیست. اونا یهویی وارد جنگ شدن، اما باید جشن گرفته بشه. بسیار خوب، ببینم تولد ملکه ویکتوریا کی هست. 24 می. 24 می 1840، روز تولد ملکه خودتون. ارتش که هیچ، نیروی دریایی خودتونم به جشن رفتن و باید بدونید اون روزم یک شنبه بود. کاپتان گاردن، پیغام کاملا واضحه. دامودار، مهاراجا، जानती हूँ आएगा तू।
خوشیاں برسائے گا تو پھر بھی کیوں سہما ہے یہ سویرا رشتہ ہے مجھ سے سچا تیرا پھر بھی کیوں ڈر جائے من یہ میرا آ جا رے علائمش همونه که جون شاهزاده رو گرفت هیچ داروی به مهارجا اثر نداره هیچ داروی همه چیز رو براه مهارجا اصلا نباید نگران باشید با اجازتون از حضورتون مرخص میشم چی شده؟ تا زمان دارم باید برای جانسی تصمیم بگیرم کی میدونه بعد از من چه اتفاقی میفته لطفاً اینطوری حرف نزن انگلیس ها چشمشون به تخته لکشمی باید یه بچه به سرپرستی بگیریم و فوراً برای جانسی وارث بذاریم وگرنه جانسی رو تصرف میکنن برای همیشه طبق گفته ی اولیا حضرت شاه گانگادار راو برای جانشینی امپراتوری جانسی ساداشیو راو رو به عنوان وارث امپراتوری جانسی گمارده تا وقتی به سن قانونی برسن و شرایط لازم رو پیدا کنن دامودار دامودار صبر کن نیکولاس تمنا میکنم تمنا پسرم آناندراو خیلی شیطونه دنبال مادرش بود اشتباهاً دست ملکه رو گرفتن واقعا ببخشید اشتباه نیست واسودیو روح خدا رو داره و این خواست خداست که بچه مادرشو الان انتخاب کرده حالا اعلام کن ما رسماً واسودیو راو رو به فرزندی میگیریم برای همیشه بدین وسیله اعلام میکنم که طبق وصیت مهاراجا گانگادارو رسماً پسر واسودیو راو را به فرزندخواندگی پذیرفته و آناندراو را وارث قانونی اعلام میکند آناندراو حالا دامودار راو لقب میگیرد و تا وقتی به سن قانونی برای تصرف تخت نرسیده ملکه مسئول خواهد بود ملکه جانسی همش حق بازیه این یه نقشه مکارانه است من و خانوادم وارثین برحق تخت هستیم هیچ زنی نمیتونه ازمون بدزدتش نمیذارم یه همچین اتفاقی بیافته آقا این شجاعت که لایق تخت جانسیه نه هرس تعظیم کن ساداشیو تعظیم کن شمشیر احترام بگذارم سر خم کن حالا باید حتما سرتو جلوی ملکه خم کنی نه من سرمو جلوی زن جماعت خم نمی کنم فوراً از جانسی تبعید میشی اینجا دیگه نباید دیده بشی از اینجا برو از اینجا برو دیگه هیچ وقت به اینجا بر نگرد خورشید از شرق طلوع میکنه از غرب غروب میگن خورشید
رو سر کمپانی طلو نمی کنه، اما خورشید 50 ساله در جانسی هیچ طلویی نکرده، هیچ وقت. شما باید استراحت کنید. دلت برای من نسوزه. فراموش کن که من شاه جانسیم. منو دشمن در نظر بگیر. مهاراجا لطفا تمومش کن. مبارزه کن منو. مهاراجا سلامتیتون برام مهمه. چقدر دیگه میتونه ادامه پیدا کنه؟ هم نکن لکشمی. مهاراجا نگران من نباش. منو من خوبم. منو تعجب نمی کنی که چرا همیشه توی دستای من علنگو می بینی؟ اما سکوت رو انتخاب کردی و چیزی نگفتی هیچ وقت. وقتی می بینم که یه انگلیسی آزادانه توی جانسی من راه می رن من نمیتونم کارش کنم. حس میکنم نامرد هستم. به خاطر همین این علنگو رو برای یادآوری دستم میکنم. اما امروز تو اونا رو شکستی. منو دستبند جانسی رو با دستای خودت نابود کن. من میخوام که تو اون مونیکار نیکایی باشی که اشتیاق خود سرانه برای کشورش در قلبش داشت. نه منو، لطفاً گوپالجیو خبر کنید. من به حاکم دالهوسی مهاراجا دیونگات خبر میدم که امور رو به راه کنه. اعضای محترم پارلمان، مطمئنم که انگلیسی ها شرایط ما رو درک خواهند کرد و دیونگات عزت گانگادا رو حفظ میکنه. کلکته، سال 1855. میدونم که گفتیم وقتی زنی بیوه میشه مستقیم باید بره کاشی، اما این یکی روی تخت سلطنتی نشسته، اونم رو یکی از ارزشمندترین جاهای ایالت. باید بشونیمش سر جاش، وگرنه به مردم جسارت میده. فکر کردی میذارم همچین اتفاقی بیفته؟ ملکه، گاوس بابا میخواد فوراً شما رو ببینه.
گاوس بابا چی شده؟ کمپانی جواب شما رو داده. شما از یه ظالم انتظار عدالت دارین؟ من فکر میکردم شما بیشتر از این حرفا شجاعین و همیشه و همه حال زبان شمشیر رو میفهمین که باید هر حرکت دشمن رو تلافی کنیم. به جاش با زبان شوهرتون حرف میزنید. یه نامه مصالحه برای گورنر جرنال دلحوسی نوشتین؟ کسی که بزرگترین دشمن هنده، میفهمید چی کار میکنین؟ بگو چند تا سرباز داریم گاوس بابا؟ سوار نظام نزدیک 2526 نفر. و تعداد انگلیسی ها؟ در بهترین حالت ممکن 40,000. ببینم چند تا توپ داریم؟ مقدار زیادی نداریم. و اونا چند تا؟ اونا 80 تا دارن. حتی همسایگان نزدیکمون اورچالا و دوتیا با اونا متحدن. خشم تو احساس میکنم. وقتی داری برای عدالت می جنگی نباید حساب از دستت بره. اونا می جنگن که به ما حکومت کنن. ما برای احترام خودمون داریم می جنگیم. می خوام در راه وطنم کشته بشم گاوس بابا، اما بیشتر می خوام که یه روزی خورشید آزادی رو که تو هند می تابه ببینم. من همیشه فکر می کردم در زمانه حال دارین می جنگین، اما نگو که برای آینده دارین می جنگین و این قابل تحسینه. فوق‌العاده است بانو. گستاخی منو ببخشید. دستور بدین در حال حاضر چه کنیم؟ منتظر زمان مناسبش باش. بعدش؟ کانسا زد باکسو رو به پرنده تبدیل کرد، اما دست لورد کریشنا بدجوری شکست. مانو، سربازای کمپانی دارم میان اینجا. با قدرتی که توسط لورد دالهوسی فرمانده ارشد کمپانی هند شرقی به ملکه داده شده، بدین وسیله اعلام می‌دارد که قرار است ایالت ما از این کافی از قانون برای غارت من استفاده می‌کنی؟ دفعه آخری که منو به چالش کشیدی به خودم قول دادم که با دستای خودم از این قصر پرتت کنم بیرون. حالا روزش رسیده. تو سرتو خم میکنی و از اینجا میری. تختی در کار نیست. خبریم از گوهر نیست. قصری هم در کار نیست. هیچی نیست. جناب گوردون، اینجا هندوستانه. کسی که دنبال مسائل دنیاوی نباشه اونه که پیروزه. باید اینو بدونید که تخت منو ملکه نکرده. عشق و ایمان مردم جانسیه که منو ملکه کرده. تو جانسیو میخوای؟ منم همینطور. اما فرقش اینه که تو میخوای بهش حکم رانی کنی، ولی من میخوام به مردمم خدمت کنم. مثل روزی که سرمو پایین نیاوردم، امروزم پایین نمیارم. تعظیمم نمی کنم. لکشمی بای، همون وقتی غرورت از بین خواهد رفت که مجبور میشی روی سنگ و کنار ما را بخوابی. و زنده باد سرزمین لکشمی. ملکه تشریف فرما شدن. توجه، ملکه تشریف فرما شدن. توجه، ملکه تشریف فرما شدن. ملکه تشریف فرما شدن. ملکه تشریف فرما شدن. ملکه تشریف فرما شدن. ملکه تشریف فرما شدن.
مهمات به هند فرستاده شد. انقلابی که مانگال پاندی شروع کرده باید بگم حالا به جانسی هم رسیده و انقلابیون کاپتان گاردنو هم کشتن. اما ملکه، اونجا بچه هم هست. سانگرام، جنگ تو با این بچه های معصوم و زنا نیست. اون همه سال که اون فرنگی ها به ما ظلم و عیاشی کردن چی؟ قبل آسیب زدن به زنا و فرزندای ما بهشون فکر کردن؟ شما یا با ما هستید یا علیه ما. چرا اینقدر بخشنده هستیم؟ مردم از قصر انداختنتون بیرون، چرا باهاشون مدارا میکنی؟ بین سرکشی و قتل هم فرقه. خون بیگناه ها تا ابد دامان پاک جانسی و لکه دار میکنه. این کار باعث میشه که دشمن فکر کنه ما ضعیف هستیم و برای همینه که جانسی بدون وارث شده. اینطور نیست ملکه؟ این داستان درست جانسی نیست سانگرام. هر چیزی یه وقتی داره و الان وقتشه این شوره شکل بگیره. موندار، آماده ی برگشتن به قصر شو. پرچم جانسی دوباره بالا میره. زنده باد ملکه لاکشمی. زنده باد. زنده باد ملکه لاکشمی. زنده باد. مسئولیت جانسی به عهده شماست سرورم. میریم به دهلی که به سلطان بهادر شاه ظفر کمک کنیم. اون منتظر ماست. از خدمتتون مرخص میشه. بخشش علی، این زن و بچه ها رو به یه جای امن ببر. این وظیفه شماست. امیدوارم این جنگو ببری و پرچم جانسی پایدار بمونه. قربان، سلاح ها رو در باراکپور دزدیدن. پس میرود چی میشه ها؟ بعد از میرود شورش به لاکنو هم رسیده قربان. قربان، خبرای بد دیگه ایم هست. خیلی از زنان و کودکان انگلیسی بین دهلی و میرود گیر افتادن. چرا این کارو کردی؟ ملکه اینو نمیخواست. از تو توی تاریخ به عنوان یه مرتد یاد میکنم. کی میخواد بگه؟ مرده که نمیتونه حرف بزنه. منی که زنده هستم تاریخو مینویسم. با شورش سربازان گاردن و خانوادش کشته شدن. بعد از قتل عام انگلیسی های بیگناه اون به تختش برگشت. چطور جرأت کرده؟ باید بدونین که این ورای توان کمپانی محسوب میشه. حالا دولت انگلیس باید مداخله کنه و باید بهترین نیروهاشون رو بفرستن. منظورم جناب سرلشکر هیوورزه. امروز اینجا جمع شدیم تا اجساد برادرانمون که دلاورانه جنگیدن و دفن کنیم. به نام پدر، پسر و روح القدس. باشد که روحشان در آرامش قرار گیرد. پدر، افرادتو ببر به امپراتوری خودت. در آغوش شما به نور آسمانی میرسند. به هند خوش اومدید. دلاوریتون در جنگ سیران و سریمین کمتر از یک معجزه به حساب نمی اومد. و چرا پرشکوهی برای شروع بود؟ دوست خوبمون ساداشیو کل قسمت مربوط به کشتن آروم ملکه لاکشمی بای رو خونده. به نظر شما میتونیم در موردش کاری کنیم؟ حمام خون به خاطر خود ساداشیو راه افتاد. بهتره که ملکه رو سرزنش کنه، وگرنه از یاغیگری حسابی تمرد میکرد. این اجساد برای به هیجان آوردن سربازا خیلی خوبن. به خاطر همین شما اینجا هستین هیوورز، و برای همینم دولت شما رو فرستاده. فوراً براش پیغام بفرست که سنگر رو خالی کنه یا با عواقبش روبرو میشه. بله قربان.
انگلیسی های بی وجدان کانپور و بیتها رو سازوندن. نانا صاحب کجاست؟ اینو نمیدونم. یه سری میگن راهی نپال شده، یه سری میگن مرده، اما به طور حتم در کانپور نیست. تاتیو رو؟ هیچ خبری نیست، هیچی، فقط جنسیه که باقی مونده. اعلی حضرت، سرگرد نیکولاس میخوان شما رو ببینن. بفرستین بیاد. برای ملکه پیغام دارم. کمپانی تونسته با موفقیت جنگ رو اداره کنه و سربلند بشه. کمپانی بر این باوره که ملکه لکشمی بای فرصت طلب بوده و جانسی رو به شکل غیر قانونی به دست آورده. کمپانی اخطار میده که ملکه سریعاً قصر رو ترک کنه. ما را آخر مؤدبانه این درخواست رو کردیم، اما این بار قصر رو ویران میکنیم و اونو با خاک یکسان خواهیم کرد. فرهنگ ما صلح و مقدم شمرده، بعدشه که انقلاب به وجود میاد. اما انگلیسی ها کاری کردن بفهمیم. بعضی آدم ها معنای مهربونی رو نمیفهمن. جانسی آماده ی هر شرایطی هست. یعنی شما جنگ میخواین؟ اونم بدون پول و همینطور منابع؟ من به جانسی خیانت نمی کنم. اگه فکر میکنی جنگ تنها راه حله، پس بذار باشه. ملکه، این قوت نیروی ماست. فقط 6000 سرباز، حتی سنگر و زره هم نداریم. واقعا که سخته. و زنای جانسی چی؟ مگه زنا می جنگن ملکه ای من؟ لاف دلاوری درست، ولی میتونیم به زنا برای جنگ اعتماد کنیم. خداوند زن رو با بالاترین قدرت به زمین فرستاد، با قدرت تحمل وضع حمل. چیزی از اون بالاتر هست؟ چرا بین زن و مرد برای جان دادن در راه آزادی و سربلندی کشور فرق میذاری؟ وقتی پای دخترها بیاد وسط، پیروزی لذت بخشتره. تا آخرین نفس برای پیروزی می جنگیم. مرگو به آغوش می کشم. تا پیروز بشیم. پیروزی را از وقتی زنها و کشاورز و به ارتش ما ملحق شدن ارقاممون بالا رفته، اما ما سلاح نداریم ملکه. بگین مراسم رنگ مقدس برگزار بشه. بذار مردم جنسای فلزیشونو برام بیارن، منم به جاش بهشون احترام نشون میدم. بیاین خودمونو با جشن آماده کنیم تا شکا و ترسا و تردیدا رو از بین ببریم. صبر کنی، بگیر. با این فلز خیلی راحت میشه دوتا شمشیر درست کرد. بیوست. این که چیزی نیست. خب منم هستم، بیا اینجا. به هم بگو کی اول بهت خال قرمز زد. مادرم. هیچ کس نمیتونه چیزی که مادرت بهت داده از هم. Thank you.
باشم. بله گردانا ببر سر موقعیتشون، آماده ی حمله باشین. افراد شجاع من، توپ آماده است؟ آماده است. آتش. حالا باید حمله کرد. آتش. توپان را پر کنید. حالا شلیک کنید. سر توپو بیار پایین، وسوسه‌شون کنید بیان داخل. سر توپو بیارید پایین. توپ آماده؟ آتش! نفوذ به دیوار خیلی سخته، خیلی قطوره. فهمیدی قربان، اینجا دیوار خیلی زخیمه، توپا اثری روش نداره. توپا رو ببرید وسط و درست بذاریدشون جلوی معبد. قربان اطاعت میشه. توپا در موقعیت قرار بگیرند. توپا در حالت آماده. اسبا رو بکشید کنار. حاضرین؟ فتیله ها رو روشن کنید. توپ ها رو شلیک کنید. بهشون شلیک کنید. صاحب من نمیتونم. صاحب نمیتونی به معبد شلیک کنی. پرالسیک خبر جدید چیه؟ انگلیسا توپاشون رو جلوی معبد گذاشتن. میدونم به معبد شلیک نمی کنی. دوباره آتش. اونا از جلوی معبد دارن شلیک میکنن. اگه تلافی کنیم معبد خراب میشه و برای همیشه از بین خواهد رفت. ما باید اون توپا رو فوراً خفه کنیم، وگرنه دیوار تا چند ساعت دیگه بدجوری فرو میریزه. ما هیچ راهی نداره. یه راه هست. اینجا خاک ماست. پیروزی آزاد ماست. باور نکردنی. این زن اینجا چی کار میکنه؟ آتش!
به دنبال من بیاین. چی؟ ملکه انقدر سریع افسار اسب اون سرباز رو برید که انگار نخ روی زمین بود. چهره عبوس جنرال فرنگی دیدنی بود، رنگش شده بود عین تیک گچ. آره. خدایا فردا روز مهمیه، لطفا نذار جسارت ملکه به خاطر زخم من کم بشه. باختیم. یعنی تو باختی. بد جوریم باختی ساداشیو. خوب به حقوقت فکر کن که برای چی داریم می جنگیم. یه رخنه ای را بهت میگم که فکرشم نمی کنن. من جانسی را این کف دستم بلدم. قربان بفرمایید آب تازه. با خونش این تحقیر را جواب میدم. قربان براتون یه پیغام دارم. مسئول توپو بیار اینجا. توپ آماده؟ فیتیل روشن؟ آتش! یکی از خودمون خائنه، چطور نجاتت بدم؟ سرزمین خوب مادری. وفاداران ملکه رو بکش. دروازه
گاوس بابا، تو پیر علی رو هیچ وقت نشناختی. تو فقط به جانس خیانت نکردی، بلکه به مردمت هم خیانت کردی. که صافت فقط یه جا برای خائنین مثل تو هست، جهنم. گاوس بابا، گاوس بابا، منو ببخشید اولیا حضرت، نمیتونم در جشن پیروزی بهتون ملحق بشم بانو. لطفاً منو در خاک پاک جانسی دفنم کنید. پیروزی از آن شماست. دشمن به هیچ قیمتی نباید دستش به شاهزاده برسه. اون آخرین امید جانسیه. مهمات بیشتری نه، همین کافیه. جال کاری خدا جواب دعاهامون رو بعد از سالها داد. به زودی بچه دار میشه. فکر نکنم کاری که داری میکنی درست باشه. ما هنوزم میتونیم بریم. حواست با منه؟ شاید هند آزادو نبینیم، ولی مطمئن باش که ما زنده میمونیم. تا وقتی که کشور مادر ترس میلرزه، هیچ مادری نمیخواد بچهش مثل برده زندگی کنه. و در مورد بچه باید بگم سعادتیه که فرصت داریم با هم در راه وطن کشته بشیم. که ملکه نیست. نشنیدی چی گفتم؟ قربان، اینجا خاک ماست. از اینجا برید بیرون. ملکه کجاست؟ منتظرته. تحمل دوری تو نداره. خفش کن.
کجا رفته؟ کجا قایم شده؟ بهشت یا جهنم؟ من اونو زنده میخوامش، میخوام سرشو به مردم جانسی نشون بدم. یه نوشیدنی بیارید. ما جنگو بردیم، ولی همه چی نابود شد. حالا به چی حکرانی کنم؟ تا باید سر قولت بمونی. کدوم قول؟ من هنوز کامل برنده نشدم، نیمه تمومه. تو بهم قول دادی اون زنو بهم تحویل بدی، اما فرصتش از دست دادی. من همیشه پشت کمپانی بودم، به شما وفادار بودم. بختش شما تلافی کنین. کمپانی کلی امپراتوری داره، یکیشو به هم بدین. وفاداری؟ ببین کی از وفاداری حرف میزنه. تو به مردم و خاک خودت وفادار نبودی. تو یه خیانتکار کثیفی. اون وقت چه انتظاری از مادری که هم خون تو نیستی؟ شما نمیتونین یه همچین کاری با من بکنین. تو دیگه به درد ما نمیخوری. تاریخ مصرفت گذشته. بندازینش زندان. هر جا قایم شده باشه پیداش میکنم و تیکه تیکش میکنم. ما هیچ وقت بدون سلاح با دشمنمون نمیجنگیم. با غرور زنده میمونیم و با غرور میمیریم. ما شروع کردیم به ساخت امپراتوری مارتا با گوالیر. گوالیر؟ کی میخواد اونجا به ما کمک کنه؟ شاه سینیدیا هم مثل بقیه با انگلیس متحده. اونجا تعهدی برای آزادی نیست. واسه همینه گفتم گوالیر. پیروزی به دشمن چه چیزش خوبه اگه برای مردم خودمون مهم نباشه؟ باید آتش پیروزی خواهی رو در دل هر هندوستانی روشن کنیم. بالاخره یه روز پیروز میشیم، اما اول باید مردم خودمون رو بیدار کنیم. قلعه گوالیور. قربان، ژنرال گورنر از شما و دستیارتون خیلی راضیان. به همین خاطر میخواد یه عکس از تاریخ لندن به شما بده. خیلی عالیه. مهاراجا، ملک جنسی، لکشمی بای، تاتیا و راو بدون ارتش دارن به سمت گوالیار میان. فکر کنم از شکست جنسی عبرت نگرفته. مهاراجا، اگر گرگان بگیریمش و بدیم به کمپانی، برای گوالیور نور علا نور میشه قربان. این زن واقعا دیوون است. حداقل از جانسی فرار کرد و به مسیر درست اومد. هدیه خوبی برای ژنرال گورنر میشه. درسته مهاراجا، باید بهتون بگم سربازان ما برای میهن همدل هستن. پیروزی از آن ماست، برای سرزمین مادریتون بجنگید. تا چند دقیقه دیگه سر این زن دیوونه زیر پاهای منه. منو بکشید. چرا ساکتی؟ من صدای روح شما هستم. میتونین ساکتم کنین؟ من سلاح ندارم، اما ایمان دارم که انسانیتمون زنده است، چون روحمون رو به آسونی نفروختی. پیروزی بدون شک از آن ماست. نه این پیروزی از آن ماست. اون پیروزی از آن ماست. زندگی یا مرگ، پیروزی از آن ماست. پیروزی از آن ماست. پیروزی از آن ماست. پیروزی بیشک از آن ماست. دینکار راو چه خبره؟ چرا تا الان خبرهای خوب به گوشمون نرسید؟ پیروزی از آن ماست. پیروزی از آن ماست.
به خاطر این اشتباه آویزونت میکنم. متاسفم مهاراجا. تو ای خائنه ترسو لکشمی بای، در موردم شایعه درست کردن. کی گفته با انگلیس متحد شدم؟ میتونید قصر منو بردارید؟ تا وقتی شورش تموم میشه میرم به لندن. سرزمین مادری به مادرش وابسته است، یعنی کسی که مادرشو بفروشه از درون مرده و من روی مرده ها شمشیر نمی کشم. از اینجا برو بیرون. نانا صاحب جانشینش را صاحب اعلام میکنه، پیشوای امپراتوری مارتا را. پدرم مهاراجا ویگانمات خیلی خوشحال میشه. به همه بگید که امپراتوری گوالیور به امپراتوری مارتا تغییر نام داد. بنویسید و ثبت کنید. این خاک آزاد میشه و عدالت برقرار خواهد شد. کاپتان کلارک، کاپتان استوارت، هرمینگتون، وایتفیلد، کجا این؟ فقط به توان اون زن نگاه کن. تو سنگر گوالیر گیر افتاده بود، اون وقت صاحب اختیار امپراتوری مارتا شده. اگه الان جلوشو نگیریم چت هیچ وقت نتونیم. قربان، دولت برای ما کلی مهمات واسه نابودی اونا فرستاده. ضمناً از همسایگان هیچ اتحادی نمیبینیم. ضمناً شاه ایت رویال واسه این کاوالری رو فرستاده چون اونها بهترین هستن. سپاه فرانسه رو قبلا شکست دادن و حالا نوبت لکشمی بای هست. کلن 6 ماه بیشتر زمان نمیبره. همین، نابودش میکنیم. از تاریخ این کشور اسمشو پاک میکنیم. سو به انگلیسی ها حمله میکنیم. فکرشم نمی کنن ما قدم اولو برداریم. ما همسایگانو برای شورش و آزادی دعوت کردیم، اما هیچ کس پیش قدم نشد. منو از سنگر جنسی محکم تره. نفوذ به این دیوار 3 ماه زمان میبره. اصلا نباید به جنگیدن فکر کنی. خب بعدش چی میشه؟ یه مرگ با ترس؟ از که اینقدر به جونت اهمیت میدی؟ من نگران جونم نیستم. انگلیس میخواد از تو یه مثال در بیاره. تصمیم دارن سرت رو توی جنسی نشون بدن، دستت رو در کابلی و بقیه رو در گوالیار. تا دیگه هیچ وطن پرستی نخواد در مقابلشون ایستادگی کنه. رسیدن به آزادی لازمش فداکاریه. باعث افتخارمه که جونم رو برای این سرزمین فدا کنم. و در مورد تبدیل شدن به مثال، شعله ای از آزادی میشم که تو دل هر هندوستانی میتونه زبونه بکشه. مانا،
تاریکی سرای 1858. روحان آزاد باش. گردان دوم 12,000 نفر. گردان سوم 3,000 نفر. تأخیر ناچیزی از قربان، اونا 72 ساعت دیگه میرسن. گفتی 72 ساعت؟ تو به این میگی تأخیر جزئی؟ من 100,000 نفر خواستم. دوربینو بده من. توپا رو آماده کنید! توپا رو آماده کنید! اشتیاق ما برای به دست آوردن از پیشنهاد شما بزرگتره. 1,000 شاخه از درخت به سلحشوران نسل کریشنا مسیر رو نشون میده. سری گردانو بفرستید. آزادی. حمله! آتش! Thank you.
اونزن رو محاصره کنید، باروت بیارید. من اونزن رو زنده میخوام. از نماوا در سال 1860، دو سال بعد از فوت ملکه لکشمی بای، کاشیبای به خاطر دامودار تسلیم شد. دامودار تا سن 58 سالگی زندگی کرد، اما به خاطر فقر و بیماری کهنه مرد. در سال 1870 شاه انگلیسی سداشیو رائو را به مرگ محکوم کرد. غلام گاوس خان در سنگر جانسی دفن شد و تا امروز نیز معبدش در مرکز توجه توریست ها باقی مانده. جنرال هیوراز در جلگی مرکزی هند در سال 1958 نوشت: ملکه لکشمی بای خطرناکترین رهبر از یاغی ها بود، بهترین و دلاورترین شخص بین یاغی ها.